ساناز طوسی برنده جایزه پولیتسر سال 2023 برای نوشتن نمایشنامه‌ای به نام انگلیسی در گفتگویی با نیویورک تایمز گفته این نمایشنامه درباره درهمتنیدگی زبان و هویت. خانم طوسی دانش آموخته دانشگاه کالیفرنیا سانتا باربارا، خانواده‌اش از انقلاب 57 از ایران خارج و ساکن کالیفرنیا شدند. خانم طوسی میگه که ایده نگارش این نمایش الهام گرفته از ادبیات مهاجر ستیز رایج در آمریکاست. او همینطور در مصاحبهش گفته این نمایشنامه درباره درد اشتباه درک کردن به خاطر درک ناکافی یک زبانه. این نویسنده ایرانی آمریکایی به نیویورک تایمز گفته این نمایشنامه رو به عنوان پروژه پایان نامش طی 2 سال نوشته. مرتاد قاسمفر همکارم اینجا در استودیو با ماست. اتفاقا اینجا در واشنگتن دی سی هم این نمایشنامه رو برای مدتی اجرا کردن، همین تقریبا 1 ماه پیش تو مارس بود تموم شد. نمایشنامه دیدنی بود، من شانس اینو داشتم که ببینم چه میگن منتقدان، چقدر مورد استقبال قرار گرفته. استقبال بسیار زیاد ازش بود، در تمام رسانه‌های معتبر امریکایی در واقع درباره‌اش صحبت شد و نقدهای بسیار خوبی گرفته، فوق العاده نقدهای درخشانی گرفته، حتی پیش از این جایزه بسیار تحسین شد. میدونی که دو تا نمایشنامه کلا خانم طوسی داره که یکیش همین انگلیش هست یا انگلیسی، یکی دیگه‌اش ای کاش اینجا بودی، کاش که اینجا بودی. هر دو تا رو در واقع در ماه مارس و اپریل روی صحنه برد، یعنی تو همین 2 ماه پیش، تو همین 2 ماه اخیر در واقع توی روی صحنه برد در حدود 10 شهر امریکا و 2 شهر کانادا. اینا رو روی صحنه برده، الان ظاهرا آفیش شده برای خیلی از صحنه‌های دیگری که قرار هست در به زودی در جاهای دیگه هم ازش دعوت شده که اجرا بشه. همینجا تو واشنگتن هم خوب استقبال شد، ولی گمان میکنم حالا که دارین میگید به شهر دیگر دارن میبرن، با این جایزه که بردن احتمالاً استقبال از این هم بیشتر خواهد بود. قطعاً، و چون این جایزه در واقع میشه گفت جزو بالاترین جایزه های دنیا است که از سال 1917 دانشگاه کلمبیا اینو داره به رشته های روزنامه‌نگاری و ادبیات و عکاسی و موسیقی و اینها میده، و بنابراین میشه گفت که در واقع یکی از بالاترین جوایز رو خانم طوسی این بخت و اقبال رو داشته که در همین اوان شروع کار در واقع این جایزه رو بگیره. در 31 سالگی ایشون این جایزه رو گرفته. اما خود این کار، آنچه که دربارش گفته میشه، بیشتر موقعیت ترکیب بسیار خوبی هست که از طنز و در این حال نقد اجتماعی اینها رو ترکیب کرده و حتی به گفته خودش خیلی جاها به تراژدی هم میرسه و در واقع ترکیب تراژدی و خنده رو اینها از دلش سعی کرده که این تصویر رو بسازه. داستان در یک داستان این که کاری که جایزه پولیتزر رو برده در کرج میگذره. در سال 2008 یک کلاس زبان انگلیسی است که بذارم اینجا بگم اگر در آمریکا هستید و میخواهید نمایشو ببینید، شاید الان زمان مناسب باشه که برنامه رو صداشو قطع بکنید، تصویرشو نه، ولی اگر میخواهید داستانو بدونید بشنوید. البته اسپویل نمیشه به خاطر که من فقط یک در واقع سعی میکنم یک سیناپسی از داستان رو مطرح بکنم بگم. اینجا چهار پنج تا دانش آموزن که بزرگسالن و سنشون بالاست، یک 18 ساله داره، یک 52 ساله داره، یک 40 و چند ساله داره، که بازیگران ایرانی هم با این بازی میکنن، حالا ازشون در ادامه اگر وقت باشه اسمشون هم خواهیم گفت. و اینها قراره که زبان انگلیسی رو یاد بگیرن، هر کدوم به یک دلیل، یکی دانشگاه قبول شده که میخواد بره پیش بچه‌اش که الان ازدواج کرده، و همینطور بهانه‌های مختلف، دلایل مختلفی دارن برای این موضوع. در خلال این کلاس کم کم اینها به مسئله هویت پی میبرن، این که چرا این زبان چگونه اونها رو در موقعیت‌های قرار میده که براشون خیلی جدیده، خیلی دشواره، چالش میاره. خود خانم طوسی در مصاحبه‌ای که با نیویورک تایمز میکنه میگه که در تراول بن بود که من این دچار خشم بزرگی بودم که میخواستم فریاد بذارم گاهی وقتا، این برخورد نژاد پرستانه به گفته ایشون که با مسئله خاورمیانه یا ایران میشد، و این مسئله رو خالی کردم در واقع به عنوان یک نمایش. البته خب این نمایش انگلیش
پایان نامه دوران مستر ایشون هم هست که از دانشگاه نیویورک در نمایشنامه نویسی در واقع مدرک رو دریافت کرده. خود نمایشنامه قوی هست ولی اجراش هم اجرای قوی بوده. در مورد اشاره بکنی به در مورد اجراش خیلی خیلی صحبت زیادی هست، در مورد بازیگراش خیلی صحبت میشه. بازیگراش همه ایرانی هن یا ایرانی تبارن، ایرانی آمریکایی هن، کسانی هن که یا در کودکی آمدن امریکا یا در سن خیلی جوان بودن آمدن امریکا یا اینجا دنیا آمدن. من اسمشون رو دارم اینجا: مرجان نشاط، طلایه اشرفی که به نام طلا اش اسم هنریش هست، هادی تبال، آوا لاله‌زارزاده و پویا محسنی، ایشون خانم هستن، پویا محسنی. بازی اینها رو اتفاقا منتقدین امریکایی رو من دیدم که بسیار تحسین کردن و به عنوان بازی‌های درخشان ازش نام بردن. خود نیویورک تایمز این نمایش رو در واقع یک نمایش قدرتمند اما آرام در موردش توصیف میکنه که خیلی آرام و به تدریج و زیر پوستی در واقع این شخصیت‌ها رو میگشایه، در یک فضای ابهام‌آلود و رازآمیزی در واقع این نمایش رو آغاز میشه که معلوم نیست اینا از کجا آمدن، چرا اینجا، اما به تدریج لایه‌های به این اضافه میکنه که در جای شما میخندی، در جای اندوهگین میشی و در واقع یک مکاشفه است که من رو به یاد اتفاقا ایده کار من رو به یاد لولیتا خانی در تهران انداخت. اونجا هم یک کارگاه ادبی، یک معلم هست، چند تا خانم هستن، چند تا دختر جوان دانشجوی سابق او هستن که اونجا جمع شدن و در لابلای صحبت در مورد موضوع اون کلاس در واقع اینها خودشون و جامعه ایران و یک چیز بزرگتر رو مطرح میکنن. این ایدهش خیلی نزدیک. فکر میکنم این تیمی که گفتی احتمالاً توی نیویورک بود، چون توی واشنگتن دی سی بازیگران دیگری هم بودن مثل تارا گرامی و نازنین نور و چهرهای دیگری هم بازی میکنن. احتمالاً دو تا کست مختلف داشتن در نیویورک و واشنگتن دی سی. از نظر جامعه شناسی یکم بپردازیم به همون بحثی که چقدر زبان تنیده است در هویت انسان‌ها، به خصوص برای مهاجرانی که اینجا در آمریکای شمالی یا هر کجای دیگری زندگی میکنن، شاید این درکش راحت‌تر باشه که چقدر زبان تأثیر داره در تنیدگی در یک فرهنگ کشور میزبان. جامعه شناسی اصلا زبان شناسی یا رشته علوم انسانی خیلی رو مسئله زبان و تأثیرش در واقع در هویت فرد، هویت یابی فرد خیلی تأکید فراوانی دارن، به خاطر اینکه در مطالعات بسیاری هست که شما موقعی که از یک زبان به یک زبان دیگری در واقع کوچ میکنی، جابجا میشی، شما با یک دستگاه تازه از شناخت جهان هم روبرو میشی به نوعی، به خصوص به عنوان مهاجر، به خصوص کسانی که از نظر پیشینه‌های فرهنگی بسیار متفاوتند. اینها این چالش ها و در واقع چالش هایی رو فرا روی شما قرار میده که شما رو در اون موقعیت ها حتی یه چیزی رو اتفاقا خانم ساناز توسی در اینجا صحبت میکنه که من اینجا بهش برگردم، همین نکته است. میگه که شما وقتی که به زبان تازه میای، حتی اگر به زبان تازه مسلط هم بشی، باز نمیتونی تمام خودت رو بیان بکنی و این عدم توانایی در خود بیانگری کاملی که در زبان مادری اتفاق میفته، در زبان جدید وقتی رخ نمیده، گاهی وقتا میتونه تبدیل به یک از خود بیگانگی بشه و این فقدان رو شما تا پایان زندگی در یک کشور دیگری خواهی داشت. خودش رو مثال میزنه که از بچگی در این سرزمین بوده، در واقع اینجا فکر کنم دنیا آمده، در اورنج کانتی زندگی کرده و بزرگ شده، ولی میگه من چون دو زبانه بودم و در خانواده فارسی زبان بزرگ شدم، همیشه با این چالش رو در رو هستم که انگار نمیتونم کامل در هر دو زبان همه خودم باشم. ممنونم از تو مرتاد قاسم‌فر، همکارم اینجا در استودیو با ما.